سلام عرض میکنم به دختر پسرای گل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تعطیلات عید حسابی بهتون خوش گذشته باشه و صدای منو دارید دیگه؟ نه میگن صدا نیست. حالا صدای من هست بچه؟ صدای منو دارید؟ آها آره الان گفتن هست. خب خوبید بچه ها؟ عید خوش گذشت بهتون. تصویر تخته میگه نیست هستش؟ خب ببینم مسافرت رفتین کجاها رفتین بگید ببینم. آهان بوشهر دیگه اینجا بنویسید واسه من ببینم شهرها چه خبر بوده. آهان خب خب ایشاله که همیشه خوش باشید و مدارس هم که حضوری شده بهتون تبریک میگم. خوشحالید واسه مدارس یا نه؟ مدرسه ها حضوری شده کیا خوشحالن؟ بگید اینجا ببینم. آفرین آفرین. اکثرا میگم ما خوشحالیم. باریکلا. بچه های زرنگ میان اینجا دیگه. اونایی که این کلاس رو شرکت میکنن بچه های زرنگ هم. خب خیلی خوش آمد میگم به همه تون، اونایی که قبلا توی کلاس‌های جامعه ما بودن و امروز دوباره توی کلاس‌های نکته و تست شرکت کردن و اونهایی که جدید هستن، تازه وارد هستن، به اونا هم خوش آمد بگیم. ایشالله که کلاس‌های خوبی براشون باشه و بهره زیادی از این کلاس‌ها ببرن. خب میریم سراغ درس. اول فقط قبل از اینکه درس رو شروع کنم یه یادآوری بکنم از آزمون فورتیک. اونایی که فورتیک شرکت کردن بچه‌ها، فردا آزمون جلسه چهارم برگزار میشه. حتی اگر شرکت هم نکردین هنوز هم میتونید ثبت نام کنید. واسه یه مرحله چهارم و پنجمش میتونید ثبت نام کنید و شرکت کنید. خیلی این آزمونا به دردتون میخوره، مخصوصا اونایی که قصد دارن توی آزمونای سمپات شرکت کنن یا آزمونای نمونه دولتی، اینا میتونن که از این آزمون‌ها استفاده کنن و با آمادگی بیشتری در واقع آزمون هاشون رو بدن. خب امروز میخوام بچه های خورده راجع به روند کلاس ما اول صحبت کنم که بگم به چه شکل ما این کلاس ها رو قراره که برگزار بکنیم. ببینید بچه ها، کلاس های سمپاد، در واقع آمادگی سمپاد که همین کلاس های نکته و تست هستش، خوب گوش کنید بچه ها. الان دیگه هیچی اینجا ننویسید، فقط حرفای من رو گوش کنید. گوش کنید بعدن حالا اگر سوالی داشتید بپرسید. کلن آزمون هایی که تو این چند سال اخیر سمپاد گرفته شده دیگه مستقیم بچه ها نمیان از داخل کتاب سوال بدن، سوالات هوشی هستش، یعنی برگرفته از اون چیزی که شما در طول دوران دبستان یاد گرفتید، آموختید، بر اساس اون چیزی که یاد گرفتید و درک کردید این سوالات رو در واقع اینجا پاسخ میدید که به چند دسته تقسیم میشه. یعنی این هوش‌ها، هوش محاسباتی، کلامی، طبیعی، استعداد تحلیلی، تجسمی، همه اینها رو شامل میشه که معمولاً هر کدوم از این هوش‌ها مرتبط با یه درسی هستش. هوش طبیعی مرتبط با درس علومه که من توی این کلاس‌ها قرار هوش طبیعی رو کار کنم. علوم رو من توی کلاس‌های جامعه که سال قبل داشتیم کلش رو کار کردم، یعنی کل علوم ششم رو از اول تا آخر درس 14 به طور کامل توی این کلاس ها کار کردیم و الان توی این کلاس های نکته و تست میخوایم کلاس های سوال های هوش طبیعی رو کار کنیم که خیلی به درد اونهایی که حالا قصد دارن سمپاد شرکت کنن خیلی به دردشون میخوره. اونایی هم که قصد شرکت کردن ندارن بچه خیلی بار علمیشون میره بالاتر و با آمادگی بیشتری وارد پایه دبیرستان میشن. پس پیشنهاد میکنم حالا این جلسه اولش که رایگانه ولی از جلسه بعد باید ثبت نام کنید تا بتونید کلاس ها رو ببینید. پیشنهاد میکنم که حتما ثبت نام کنید. کلاسامون همین روز و همین ساعت چهارشنبه ها ساعت 4 تا 5 و نیم تو 6 هفته تموم میشه، یعنی از امروز جلسه اولش تا 6 هفته این کلاس ها به پایان میرسه و ان شاء الله که مطمئن هستم کلاس های بسیار پربار و مفیدی براتون خواهد بود. بچه
ما تو این کلاس ها، حالا روند کلاس اونایی که تو کلاس های جامعه بودن که تقریبا آشنایی دارن، حالا من یه یادآوری میکنم و برای اونهایی که تازه وارد هستن، روند کلاسامو به این شکله. من هر جلسه که تدریس میکنم، جلسه بعدش قبل از شروع کلاس، یک ساعت قبل از شروع کلاس، یه آزمون میذارم رو پنل. شما این آزمون رو جواب میدین، واسه من ارسال میکنید. یه آزمون معمولا تستی که واسه من جوابش رو ارسال میکنید و بعد وارد کلاس میشید. بعد که وارد کلاس شدید، ما آزمون رو تحلیل میکنیم، همینجا جوابش رو میدیم و بعد تدریس اون جلسه‌مون رو شروع میکنیم. آخر کلاس هم من یه تکلیف میذارم، سوالاتی از همون مبحثی که تدریس کردم، تکلیف رو تو خونه حل میکنید و واسه من دوباره ارسال میکنید. جلسه آخر رو گذاشتم برای تحلیل تکلیف ها، یعنی تکلیف ها رو کلش رو میذاریم جلسه آخر حل میکنیم، که یه یاداوری هم از کل مجموعه کلاس ها توی اون کلاس آخر بشه با تحلیل تکلیف ها. سوالاتی که تو تکلیف ها و آزمون ها میدم، معمولا بیشترشون از سوال های تیزهوشان سال های قبله و خیلی سوالات مهمی هست، برای همین حتما دلم میخواد که شرکت کنید، هم تو آزمون ها هم توی تکلیف ها رو حل کنید و خیلی اهمیت بدید به این تکلیف ها و آزمون ها. سوالاتی هم که توی تدریس ها کار میکنم، خیلی هاش برای تیزهوشان و تیمز، سوالات تیمز هم خیلی توی سمپاد استفاده میشه ازشون. و همچنین از دو تا منبع استفاده کردم، دو تا کتاب به نام های کتاب هوش کامل و کتاب هوش سگانه، که هر دوتاشون کتاب های خیلی معتبر و خوبی هستن. کتاب هوش کامل رو که فکر میکنم استاد اصلانی هم برای کلاس های ریاضی بهتون پیشنهاد کردن، اگه دوست داشته باشید میتونید بگیرید و سوالاتی رو که من اینجا کار میکنم از تو کتاب پیدا کنید و همینجا با من حل کنید. اگر که نتونستید یا نمیخواید بگیرید، من سوالا رو تایپ میکنم، همینا که اینجا هستن، این چون توی پاورپوینت، اگر بخواید اینو پرینت بگیرید خیلی تعداد صفحات زیاد میشه، من همینا رو تایپ میکنم توی ورد و توی پنل میذارم به نام مثلا سوالات جلسه صفر، اونی که واسه امروز گذاشتم، که شما اینو میرید پرینت میگیرید و اینجا با من حل میکنید. یعنی برای هر جلسه قبلش من اینو یه روز قبلش میذارم توی پنلم، میرید شما پرینت میگیرید و همراه با من اینجا سوالات رو حل میکنید. خب این روند کلاسی ماست. میریم سراغ تدریسمون. بذارید اول این سوالا رو حل کنیم. ببینید بچه ها، اولین سوالی که میخوام واسه تون حل کنم، خوب گوش کنید این قسمت رو، سوالی که واسه آزمون تیزهوشان پارسال بوده، یعنی سمپاد 1400. این سوال یک درک مطلبه. معمولا سوالات هوش طبیعی خیلیش به شکل درک مطلبه. درک مطلب یعنی یه متن تقریبا بلندی رو به شما میدن، شما این متن رو میخونی با دقت، با تمرکز و واسه خودت تحلیل میکنی، یه خلاصه نویسی میکنی، تحلیل میکنی، حالا من اینو حل کردم، میبینید به چه شکل، و بر اساس اون به چند تا سوالی که بعدش اومده پاسخ میدید، یعنی اون چند تا سوال از این در واقع متنه. خب میریم سراغ اینو پارسا میخوام بزنم بره بالا، بزنم اینو. آها چرا نمیزنه؟ آها خب دقت کنید بچه ها، میگه هم قطب شمال و هم قطب جنوب سرد هستن. ببینید بچه ها، حالا شما میتونید در واقع خلاصه نویسی کنید، خلاصش رو بنویسید، حالا توی اون بالاخره یه برگه چک نویسی چیزی که کنارتون هست، هم میتونید زیر قسمت‌های مهمش خط بکشید و در واقع بر اساس اون سوالات رو جواب بدید. خوب دقت کنید، میگه با توجه به متن زیر، شما هم وصل میکنم و بچه ها واسه پاسخ به سوالات اینجا با همدیگه سوالات رو جواب بدید، منتها نمیخوام که اینجوری باشه که هر کدومتون وارد میشید بخواید سوالات رو از اول بخونید، چون این سوالات طولانیان، خیلی وقت کلاس گرفته میشه، برای همین وقتی من خودم دارم میخونم خوب دقت کنید.
میگه هم قطب شمال و هم قطب جنوب سرد هستن، هم قطب شمال و هم قطب جنوب، چون نور مستقیم بسیار کمی رو از خورشید دریافت میکنن، به این دلیل سرد هستن که خورشید مایل اونجا میتابه. در قطب‌ها حتی در اواسط تابستان نیز خورشید همیشه نزدیک به افقه، یعنی همیشه خورشید مایله، تابستون هم حتی مایل میتابه، برای همینه که سرده. بنابراین روزها هم مثل شبها تاریک و سرده. با وجود اینکه قطب‌های شمال و جنوب روبروی یکدیگرند، قطب شمال مثلا اگه بالای کره زمین باشه، قطب جنوب پایینش، روبروی همدیگه هستن. میگه با این حال قطب جنوب خیلی سردتره، با اینکه روبروی هم هستن، با این حال قطب جنوب خیلی سرد، یعنی تقریبا خورشید به هر دوتاشون مایل میتابه، اما قطب جنوب خیلی سردتره. علتش چیه؟ خوب گوش کنید. چون در قطب، دو قطب از بسیاری جهات با هم تفاوت دارن. از چه جهاتی؟ قطب شمال اقیانوسیه که توسط خشکی احاطه شده، یه اقیانوسه که دورش خشکیه، قطب کجا؟ شمال. اما قطب جنوب برعکس، بچه ها، خشکیه که به وسیله اقیانوس در بر گرفته شده. قطب جنوب برعکس قطب شمال، یعنی قطب شمال قسمت زیادیش اقیانوس در اطرافش خشکیه، قطب جنوب قسمت زیادیش خشکیه در اطرافش اقیانوسه. حالا خوب گوش کنید ببینید چرا قطب شمال سردتر از قطب جنوبه. میگه اقیانوس زیر یخهای قطب شمال سرده، اما در هر صورت از یخ گرمتره. بچه ها این خشکی که من میگم، منظورم از این خشکی چیه؟ همون یخ بندون هایی که توی قطب ها وجود داره، یعنی این خشکی همش یخه. خب چرا قطب شمال گرمتره؟ به خاطر اینکه بیشترش اقیانوسه. آب، درسته که آب اقیانوس هم خیلی سرده توی قطب شمال، اما هرچی که هست از یخ گرمتره دیگه. آب هر چقدر هم که سرد باشه از یخ گرمتره، هنوز به اون درجه نرسیده که یخ بزنه. برای همین چون بیشترش اقیانوسه، چون بیشترش آبه، یعنی مقدار آبش بیشتر از مقدار اون یخ بندونشه، ولی تو قطب جنوب برعکس، مقدار اون یخ بندونش بیشتر از اون مقدار آب اقیانوسشه. میگه در هر صورت با اینکه آبش سرده ولی از یخ گرمتره، بنابراین اقیانوس هوا رو کمی گرم میکنه، یه مقدار این گرماش یعنی باعث میشه که این یخهای اطرافش گرمتر بشن. قطب جنوب خشک و مرتفع است. بچه ها هرچی ما میریم بالای ارتفاعی، هی میبینیم هوا داره سردتر میشه. مثلا شما بالای کوه که میرید، هرچی میرید بالاتر میبینید هوا سردتر میشه. یه علتش هم که قطب جنوب سردتر از شماله اینه که مرتفعه، هم خشکه هم مرتفع. خشک منظور همون یخبندونه، یخاش زیاده و مرتفعه، و اگر به ارتفاعات بروید هوا سردتر هم میشود. یخهای قطب شمال در حال کوچک شدن هستن. میگه قطب شمال یخهاش داره کم کم آب میشه، چون اقیانوس زیر یخ در حال گرم شدن است. بچه اون اقیانوسی که اطرافش این یخها وجود دارن داره کم کم گرم میشه. به خاطر چی؟ میگه گرم شدن اقیانوس به این معنیه که آب و هوای زمین در حال گرمتر شدنه. بچه ها حتما تا الان به گوشتون خورده و خبر دارین که کلن کره زمین رو به گرمایش داره میره، داره هی گرم میشه، و این گرم شدن رو خیلی چیزا تأثیر میذاره، از جمله یخهای قطب شمال و جنوب که داره آبشون میکنه. آب و هوای قطب جنوب نیز در حال گرم شدن است، چون این شامل کل کره زمینه، اما نه خیلی سریع، یعنی کنتر از قطب شمال. دلیلش هم این است که قطب جنوب از گرم شدن اقیانوس کمتر تأثیر میپذیرد. خب این متنی بود که ما خوندیم، حالا میخوایم به سوالاتش پاسخ بدیم. سوالاتش رو اینجا اگر دوست دارید درخواست بدید که وصلتون کنه و سوالاتش رو به من جواب بدید.
سوال اول میگه کدام گزینه عنوان مناسب تری برای موضوع متن بالاست؟ بچه ها اگر بخواید واسه این متنی که الان براتون خوندم یه اسم انتخاب کنیم، کدوم از این اسما رو انتخاب میکنید بچه ها؟ 1. قطب شمال و جنوب، 2. گرم شدن اقیانوس ها، 3. آب شدن یخ های قطبی، 4. گرم شدن زمین. کدوم رو انتخاب میکنید؟ آفرین به شما. یه نفر اینجا میگه خان من کل هوش کامل رو حل کردم. آفرین آفرین، واقعا آفرین داریم. میگه خانم چطوری درخواست بدیم؟ رو کیفیت MD. بچه برید روی کیفیت MD، بالای صفحه نوشته درخواست تماس با استاد، اونو بزنید. آها تماس صوتی برقرار میشه. آره آفرین، اکثرتون جواب رو دارید درست میدید. یه نفر اینجا وصل بشه. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ بله شما خوبی؟ مرسی. اسم چیه دخترم؟ مرینا خانی هستم. به به، مرینا جان خوبی؟ بله شما خوبی؟ خوشحالم که باهات صحبت میکنم. شما تو کلاسای جامعه ما هم بودی. دخترم بله. کدوم انتخاب کردی؟ استاد من گزینه یک انتخاب کردم. آفرین. چرا؟ گفتن رفتو داشت. استاد چون اینجا گفت گرم شدن اقیانوس ها، این که فقط راجب گرم شدن اقیانوس ها نبود. آفرین. راجب قطب شمال و جنوب داشت حرف میزد. باریکلا. بعد گفته آب شدن یخ های قطبی. اصلا راجب این حرفی نزد. گفتش یخ ها زیادن چون آب هاش فقط یخ نیستن. به خاطر همین باعث گرم شدن هوای اونجا میشه. بعد گفته گرم شدن زمین، اینجا فقط راجب گرم شدن شمال و جنوب حرف میزد، نه راجب گرم شدن زمین. همونطور که ملینا گفت اینا یه قسمت هایی از متن رو داره میگه. گرم شدن زمین واسه یه قسمتی از متن بود، نه کل متن. یا گرم شدن اقیانوس و آب شدن یخهای قطبی هم همینطور. اما قطب شمال و جنوب رو اگر انتخاب کنیم یعنی اینکه کل این متن رو در بر میگیره. درسته؟ بله. مرسی. مرسی ملینا. سوال بعدی میگه کدام از گزینه های زیر درست است؟ قطب شمال و جنوب به یک اندازه از نور خورشید دریافت میکنن. 2. در قطب جنوب با افزایش ارتفاع هوای سردتری احساس میشه. 3. آب و هوای قطب جنوب به سرعت در حال سرد شدنه. 4. قطب شمال و جنوب هر دو اقیانوس هستن. خب فکر میکنید کدوم درسته؟ آفرین آفرین. یه نفر اینجا وصل بشه توضیح بده. ماهور، مهسا اینا درست زدن. باری کلاف. فرناز نه فرناز اشتباه زد. فاتیه مشتاقی فر، شایلین فرجی، باری کلا، ارغوان، خیلی هاش از زیر چشم رد میشه. همینجوری رندومی میخونم. سلام عزیزم، خوبی؟ خوبم، مرسی، ممنون. اسم چیه؟ علی نجفی هستم از شیراز. علی جان، کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ صدا دیر میرسه؟ علی صدای منو میشنوی؟ علی جان قطع شو؟ آها آفرین، همچنان دارن جواب میدن. حسنا صادقی، باریکلا، صدرا درخشان، آفرین. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ خیلی ممنون، شما خوبی؟ مرسی. اسم من فاطمه مشتاقی فر. آها فاطمه مشتاقی فر، درستم زده بودی اتفاقا. خب فاطمه جان کدومش رو انتخاب کردی؟ من گزینه 2 رو انتخاب کردم. اصلا به شما، چرا این انتخاب کردی؟ چون کلن یه بخشی از این متن رو به خودش اختصاص داده بود. آها ما گفتیم قطب جنوب از قطب شما سردتره دیگه، درسته؟ بله. ما گفتیم یکی از علتاش چیه؟ که ارتفاع قطب جنوب بیشتره. آفرین، گفتیم چون مرتفعه. یک چرا غلطه؟ یک چون گفته به یک اندازه چیز هستن از نور خورشید دریافت میکنن. نه تو متن دریافت گفته... نمی کنن، در صورتی که تو متن گفته می کنن. درسته؟ می کنن. بله به یک اندازه نور دریافت میکنن. خب سه چی؟
آب و هوای قطب جنوب در جنوب به سرعت در حال سرد شدن. این اشتباه، چون تو متن گفته در حال گرم شدنه. آفرین، به آرامی، نه نه، در حال گرم شدن. آفرین آفرین، اصلا هم به سرعتش غلطه هم در حال سرد شدنش. به آرامی در حال گرم شدنه در واقع، درسته؟ من زیرش بچه درستش رو می نویسم که بدونید علت غلط بودن این گزینه چیه. خب چهار چی؟ چهار گفته که اصلا این دوتا قطب شمال و قطب جنوب دوتا اقیانوس هن. این اشتباه کاملا. آفرین، تازه قطب شمال که بیشترش اقیانوس بود اطرافش خشکی بود، درسته؟ بله. از این که گفته هر دو اقیانوس هن غلطه. مرسی از شما، مرسی عزیزم، خیلی ممنون، خدافظ. سوال بعدی میگه علت تاریکی و سردی روزها در قطب چیه؟ نزدیکی خورشید نسبت به خط افق، یعنی همون مایل تابیدن خورشید، احاطه شدن قطب توسط اقیانوس، عدم تابش نور خورشید به خشکی، آب شدن یخها و بالا آمدن سطح آب. فکر میکنید کدوم گزینه درسته؟ آفرین آفرین، حسنا، مهیار قاسمی، صدرا درخشان، فرزاد خاکپور، اینا همه درست دادن. باری کله به شما بچه های زرنگ. یه نفر بس بشه؟ مطهر فرجامی، ابوالفضل، کیمیا مقصودی، آفرین، هستی باستانی، مهدی واحدیان. یه نفر بس شه. فرناز نظرعلی میگه منو وصل کنی لطفا اگه میشه. ناره درخواست بکنم داده. آها، فرهاد صیاد، آفرین. نرگس شاد، آره آره، خب هر کس که حالا میتونه وصل کنه. امیر رحمتی زاهد، ارغوان امیری، محمد یاسین احمدیان. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون، مرسی. اسم چیه دخترم؟ فرناز نظری هستم. آه فرناز، خوب شد که وصل شدی. فرناز کدوم رو انتخاب کردی؟ خب استاد، با توجه به سوال گزینه دو بود. دو رو انتخاب کردی؟ بله. ببین، احاطه شدن قطب توسط اقیانوس، خب این واسه مخصوص قطب جنوب بود که گفتیم خشکیه، یه اقیانوس احاطش کرده، درسته؟ در اطرافش آبه. اما این گفته کلن علت تاریکی و سردی روزها در قطب، یعنی هم قطب شمال هم قطب جنوب. پس خب این نمیتونه علتش باشه. نمیتونه، چرا نمیتونه باشه؟ خورشید داره مایل میتابه به اونها، این نمیتونه علتش باشه. گزینه یکه. آره دقیقاً گزینه یکه، چون داره خورشید مایل میتابه و این باعث سرد شدن و تاریک شدن، یعنی هم نورش هم گرماش کم میرسه به اینها، درسته؟ باعث میشه هم تاریک باشن هم سرد باشن در طول روز. این فقط مخصوص قطب جنوبه و اصلا ارتباطی هم به این سوال نداره. عدمش تابش نور خورشید به خشکی، به خشکی هم داره میتابه دیگه، هم به خشکیش هم به اقیانوسش، به همه قسمتاش میتابه، منتها مایل میتابه. پس این عدم تابشه اشتباهه. آب شدن یخها و بالا آمدن سطح، اینم اصلا هیچ ربطی به این سوال نداره. نه. پس گزینه دو شما با سوال قبلی اشتباه کردم. آها خب اشکالی نداره، حالا دفعه های بعد وصل شدی، مرسی فرناز. خب این تموم شد، بریم سراغ جلسمون. این یه نمونه سوال بود که واسه تیسوشان بود، واسه پارسال بود و اکثر سوالات به این شکلن، یعنی یه درک مطرحه که من توی همه تکلیف‌ها و تقریبا توی همه آزموناتون یه همچین سوال درک مطلبی گذاشتم، چون خیلی مهمه که شما مطلب رو کامل بخونید، درکش کنید، خلاصه نویسی کنید، زیر قسمت‌های مهمش خط بکشید و بر اساس اونها جواب بدید. بچه ها، من یه
قسمت‌هایی رو، نکاتی رو میام اینجا راجبش توضیح میدم، بعد راجب اون نکته چند تا تست حل میکنیم. خب کلاس همون به این شکله، یه نکته ای رو میام میگم، منبعش هم مثلا میگم، به عنوان مثال عنوان متن از کتاب هوش سگانه. خب و در رابطه با اون چند تا تست حل میکنیم. بچه ها گاهی اوقات مثل سوالی که الان دیدید واسه تیسوشان بود، یه متنی رو به شما میدن، میگن برای این متن یه اسم انتخاب کنید. همونطور که توی اون سوال قبلی هم دیدیم، گاهی اوقات پیش میاد که شما میبینید که همه جوابات، یعنی چهار تا جواب هم میتونید، چهار تا گزینه رو هم میتونید به عنوان اسم انتخاب کنید، اما شما میایین بهترین و کاملترین اسم رو انتخاب میکنید. مثلا توی سوال قبلی یه قسمت بود گرم شدن کره زمین. خب این گرم شدن کره زمین یک قسمتی از متن ما بود، همش رو شامل نمیشد، پس بهترین عنوان براش کدوم بود؟ قطب شمال و جنوب، که کلن راجب قطب شمال و جنوب توضیح داده بود. پس عنوان متن بر این اساس انتخاب میشه که سعی کنیم گزینه ای رو انتخاب کنیم که کل اون متن رو در بر بگیره و بیشترین ارتباط رو با متن داشته باشه. مثل چی؟ خوب گوش کنید اینجا رو، متن رو خوب گوش کنید، بعد بهترین عنوان رو براش انتخاب کنید. میگه مشتی برف بردارید، آن را محکم بفشارید، برف به یخ تبدیل می شود. این همان اتفاقی است که پس از بارش برف در دره های مرتفع کوهستانی رخ می دهد و برف در کف دره بر اثر فشار برف های بالایی فشرده و به یخ تبدیل می شود. حتما شنیدین اسم یخچال ها رو، میگن یخچال های قطب شمال، یخچال های قطب جنوب. این یخچال ها چجوری به وجود میان؟ چون اونجا دائم داره برف میاد، اصلا برف ها هنوز آب نشده، روشون دوباره یه برف دیگه میاد، در نتیجه این برف ها هی میمونن رو هم، رو هم جمع میشن، متراکم میشن، سفت میشن، تبدیل به یخ میشن. به اونها میگن یخچال، یخچال های قطبی همونها هستن. اینجا داره میگه که شما میتونید این کار خودتون هم انجام بدید. مثلا یه تیکه برف رو برگه میخواید بدونید که چجوری این اتفاق میفته، یه مش برف رو بردارید تو دستتون فشار بدید. حتما این کار رو کردیم بالاخره توی این دورانی که برف میبارید و اینا، میبینید که تبدیل به یخ میشه. میگه همین اتفاق توی قطب هم میفته، اون فشار لایه های رویی باعث یخ شدن اینها میشه. حالا میگه بهترین عنوان برای این متن چیه؟ چگونه برف به یخ تبدیل میشه؟ چگونه برف به وجود میاد؟ راز دره های مرتفع کوهستان؟ چگونه یخ به وجود میاد؟ فکر میکنید بهترین گزینه‌ای که میتونید انتخاب کنید چیه؟ احسن، تقریبا همه درست دادن. آفرین آفرین، یه نفر وصل بشه، درخواست بدید. اگه سعی کنی که تکراری وصل نکنی، مثلا آدم های مختلف وصل کنی بهتر. اسما اکبری، فرهاد صیاد، یه دونه بزنید کافیه. این پسر گلم فرهاد صیاد همینجور پشت سر هم مینویسه یک، یه دونه بزن متوجه میشم. فاطمه مشتاقی، فرحسن، مهدیس، نه همه درست دادن، باریکلا. ماهور خوبی؟ ماهور جان کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ آفرین به شما. خب چرا اون یکی ها رو انتخاب نکردی؟ باری که الله به شما. اینجا میگه چگونه برف، اصلا نگفته برف چجوری به وجود میاد که، گفته برف چجوری به یخ تبدیل میشه. این گفته راز دره های مرتفع کوهستان. حالا چرا؟ اگر هیچ کدوم این جوابا نمیخورد باز شاید میتونستیم سر انتخاب کنیم، اما گزینه بهتر از اون داریم. یک داره میگه چگونه برف به یخ تبدیل میشه و چگونه یخ به وجود میاد. بچه یخ، مثلا شما آبو میذارین تو یخچال، یخ به وجود میاد. این یک راهشه که ما از برف بیایم یخ درست کنیم، پس اینم نمیشه. بهترین گزینه گزینه یکه. مرسی ماهور.
سوال بعدی، خوب گوش کنید بچه ها، خوب متن رو گوش کنید. منابع طبیعی بریتانیا شامل نفت و گاز طبیعی در دریای شمال است. رودهای بسیاری آب آشامیدنی و آب مورد نیاز کشاورزی رو فراهم می کنند. بخش زیادی از حومه شهرها به شکل مزرعه هایی که محصولاتی مثل گندم، چغندر قند، سیب زمینی و دانه های روغنی در اونها تولید میشه. داره راجع به کشاورزی و مزرعه های منابع طبیعی بریتانیا صحبت میکنه. گاو و گوسفند و طیور پرورش میدن. صنایع تولیدی شامل صنایع هوایی، مواد شیمیایی، مخابرات و دستگاه های الکترونیکه. در اسکاتلند پشمای لطیفی تولید میشه و ایرلند شمالی به دلیل تولید پارچه های کتانی خالص مشهوره. کارهایی مانند بانکداری، نشر کتاب، صنعت گردشگری هم اهمیت داره. بچه ها خوب دقت کنید، راجب صنعت صحبت کرد، راجب مزرعه ها صحبت کرد، راجب محصولاتی مثل چغندر قند، سیب زمینی، دانه های روغنی صحبت کرد. توی کجا؟ توی بریتانیا، توی اینجا در واقع داره این اتفاقا میفته. حالا بهترین عنوان رو شما کدوم انتخاب میکنید؟ دقت کنید. امیر رحمتی درست زده، آفرین. اینو بچه ها تعداد کسایی که درست زدن یه مقدار کمترن، نمیدونم چرا، یه خورده باید بیشتر دقت کنید. ملینا خانی درست زده، فرهاد صیاد، باریکلا، پارسا مولایی، یه نفر بس. درخواست بدید بچه ها. آها بچه ها درخواست صوتی بزنید، درخواست تصویری رو نزنید. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون. اسم چیه؟ ممنون. علیه خضوعی. علی جان کدوم گزینه رو انتخاب کردی پسرم؟ خانم من گزینه یک رو انتخاب کردم به دلیل اینکه تو این متنی که شما خوندین فقط راجبی یک کشور نگفت، راجب صنعت کشاورزی چند تا کشور گفت. اینجا مثلا نوشته انگلستان، دوباره گزینه 4 هم نوشته انگلستان، دوباره هم نوشته بریتانیا، اما اینجا راجب چند تا کشور مختلف حرف زد. به نظر من گزینه یک. ببین در واقع اینا همش به اولش داره چی میگه؟ اولش داره راجبه بریتانیا میگه، درسته؟ بله. این کشورها هم در واقع عضوی از این قسمت، یعنی مثل یه استان میمونه که عضو، اینا هم عضوی از بریتانیا. اگر اینجوری، حالا اینو تو نمیدونستی، اگر اینجوری باشه کدوم گزینه رو انتخاب میکنی؟ صنعت و کشاورزی در بریتانیا. آفرین، اینو انتخاب میکنی. بر اساس حالا اون فکری که میکردی خوب انتخاب کردی، اما حالا که فهمیدی صنعت و کشاورزی در بریتانیا، مخصوصا که اولش هم اینو گفته منو به طبیعه بریتانیا، میفهمیم که بهترین گزینه. ببین الان اینم درسته، صنعت و کشاورزی هم اونم که شما گفتی درسته، اما ما اینجا یه گزینه بهتر هم داریم، درسته؟ که اون صنعت و کشاورزی در بریتانیا است. در انگلستان که کل انگلستان رو شامل میشه، صنعت و کشاورزی نقشون در اقتصاد انگلستان، اینم که نمیشه. پس بهترین گزینه میشه گزینه دوم. مرسی از اینکه شرکت کردی پسر گلم. خب عنوان بعدی میگه که کربن نافلزی سیاه رنگ و نرمه که با کشیدن روی کاغذ یا سنگ به آسانی لایه نازکی از آن برجا میماند. بچه همون نوک مداداتون کربونه، وقتی که میکشین روی کاغذ یه لایه نازک از روش میمونه. در نتیجه از کربن برای تولید مغز مداد استفاده میشه، اما نرمی زیاد اون مشکلاتی رو در ساخت کاغذ و نوشتن اون ایجاد میکنه. تجربه نشون میده که افزودن مقداری خاک رس به کربن سبب بیشتر شدن سختی اون میشه، به طوری که هرچه مقدار خاک رس بیشتر باشه سختی مغز مداد بیشتر خواهد بود. ببینید بچه ها میخوان از کربن مغز مداد درست کنن که ما بتونیم به راحتی بنویسیم، اما مشکلی دارن، خیلی نرمه.
چی کار میکنن؟ میان یه مقدار خاک رس بهش اضافه میکنن، یکم سختیش بیشتر میشه، بعد راحت میتونن باش نوک مداد، مغز مداد رو بسازن و باش بنویسن. بهترین گزینه ای که برای این متن انتخاب میکنی چیه؟ تبدیل کربن خالص به مغز مداد. کربن خالص همون کربن نرمه، میایم بهش چی اضافه میکنیم تا تبدیل به مغز مداد بشه. دو، آشنایی با کربن. سه، معرفی نافلزات سیاه. چهار، تولید مداد از کربن. کدوم گزینه بهترین گزینه است؟ کدوم رو انتخاب میکنی؟ آفرین به ماهور احمدی، سحر ساعد، یگانه خالقی، ارغوان امیری. آفرین، درخواست بدین بچه ها دیگه. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. اسمت چیه؟ فرهاد سعید هست. فرهاد سعید هم که یک پشت سر هم می نویسی. خب بله. فرهاد جان، کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه چهار. چهار رو انتخاب کردی؟ فکر نمی کنی بله. یک بهتر باشه فرهاد؟ چون میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینجا داره میگه مغز مداد، این میگه تولید مداد از کربن. خب مداد که فقط مغز نداره، خودش یه قسمت چوبی هم داره دیگه، درسته؟ خود مداد که از کربن درسته. مثلا اگه شما بگم مداد از چی درست میشه، فوری میگه از چوب درست میشه، درسته؟ پس این نمیتونه زیاد گزینه مناسبی باشه. اینجا داره میگه که چجوری اون کربن نرم خالص رو تبدیلش میکنن به مغز مداد، سفتش میکنن تبدیلش به مغز مداد. یعنی دقیقاً داستانی که اینجا گفته بود. اصلا خالص نیستش، چون خالص همون کربن. نه ببین، کربن خالص یه کربن خیلی نرمیه، همینی که اولش گفته بود. کجاش نوشته؟ آها ببینید، میگه کربن نافلزی سیاه رنگ و نرمه. بعد میان چیکار میکنن؟ بهش مقداری خاک رس اضافه میکنن که سبب بیشتر شدن سختیش بشه و مغز مداد ازش درست بشه، درسته؟ بله. پس بهترین گزینه میشه گزینه یک. همین که شرکت کردی ممنونم ازت پسر گلم. مرسی، خدا نگهدار. خب میگه که گیاهان و جانوران نواحی بیابانی. خوب بچه ها متن رو دقت کنید. گیاهان و جانوران نواحی بیابانی برای غلبه بر کم آبی روش های گوناگونی دارن. گیاهان اغلب ریشه های عمیقی دارن تا به رطوبت موجود در خاک دست پیدا کنن. این گیاهان قسمت های چوبی یا برگ های کوچکی دارن که یا لوله می شوند یا سطح آنها از موم پوشیده شده تا سبب کاهش از دست رفتن آب بر اثر تبخیر بشه. داره میگه که گیاهان چجوری خودشون رو وفق میدن با کم آبی. بعضی گیاهان که توی نواحی بیابانی رشد میکنن باید خودشون رو وفق بدن، خودشون رو سازگار کنن، چون اونجا آب کمه، باید خودشون رو با کم آبی سازگار کنن. چی کار میکنن؟ بعضیشون ریشه های خیلی بلندی دارن که بره زیر زمین آب رو جذب کنه. بعضیشون میان برگاشون مثل کاکتوس، اگر یادتون باشه بچه توی درس ها بهتون گفتم کاکتوس میاد برگاشو به شکل تیغ در میاره به خاطر اینکه نذاره آبش زیاد از دست بره، چون برگ ها روزنه دارن و خیلی آب از دست میدن. برای همین میاد اینا میگه برگاشون رو چیکار میکنن؟ به شکل لوله میکنن. گیاهان و جانوران توی نواحی بیابانی، گفتم زیر قسمت‌های مهم خط بکشید، برای غلبه بر کم آبی میان چیکار میکنن؟ گاهی میان برگاشون رو به شکل لوله در میارن، گاهی میان با ریشه های عمیقشون آب رو از زیر زمین میکشن، گاهی سطحشون از موم پوشیده شده و نمیذاره که آبشون از دست بره و اینجوری خودشون رو وفق میدن با این آب و هوا. سایر گیاهان بیشتر دوره رشد خود رو به شکل بذر میگذرونن که زیاد به آب نیاز نداشته باشن و فقط هنگامی که باران میباره شروع به رشد میکنن. حالا بریم سراغ جانوران. جانوران بیابانی طی روزهای گرم سال پنهان میشن و شبا بیرون میان. روزها اینقدر که گرمه اینا هم آب ندارن بخورن، میرن پنهان میشن، یه گوشه ای رو یه سایه ای رو انتخاب میکنن، اونجا میمونن. شبا که میشه میان بیرون. معمولا مثلا شترها میتونن مدتها تو بیابون بدون آب راه برن. پس جونورا چیکار میکنن؟ جونورا پنهان میشن، یا مثلا میتونن این توانایی رو دارن مثل شترها که بدون آب توی بیابون راه برن.
اینجا داره راجع به گیاهان و جانورانی صحبت میکنه که چگونه با کم آبی کنار میان. بهترین عنوان کدومه؟ گیاهان کم آب، روش‌های بقا در بیابان، راز مقاومت شترها بدون آب، زندگی بدون آب. کدوم بهترین گزینه است؟ آفرین، آفرین به پرهام. اگه درست خونده چون سری رد میشه، نمیدونم پرهامو درست گفتم یا نه. ستایش درست زده، آفرین. دیگه خیلی سری رد میشه، نمیتونم بخونم. محیا محمودی، یه نفر بس بشه بچه‌ها توضیح بده اینو. پرهام بله، دو نفر بس شد. آفرین به هستی باستانی. دیگه آریا پارسا، آراد موسوی، هستی باستانی که گفتم دوباره زده، آرشین امیدی نسب. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ خوبم، مرسی. شما خوبی؟ ممنونم. اسمت چیه؟ حدیث زمانی هستم. حدیث جان، کدوم انتخاب کردی؟ من گزینه 4 انتخاب کردم. مگه زندگی بدون آب هم میشه اصلا؟ اصلا آب کلن نباشه که نمیشه. من گفتم با کم آبی. ببینید اینجا زیرش خط کشیدم برای کلمه کم آبی. کدوم میشه؟ گزینه 1. یکم ببین، فقط داره میگه گیاهان کم آب. مگه ما اینجا جانوران هم نگفتیم؟ راجع به جانوران هم صحبت کردیم دیگه، درسته؟ بله. پس کدوم میشه؟ گیر شدم. خب ببین، راه نماییت میکنم. حدیثه یک میگه گیاهان کم آب. خب این درسته، اما فقط گیاهان که نیست. پس این شطورا، جانوران، اینا که گفتن چی میشه؟ اینا رو شامل نمیشه دیگه. پس یک رو خط میزنیم. بله. دو میگه روش های بقا در بیابان. بقا یعنی چی؟ میشه. آفرین. یعنی باقی ماندن، یعنی چگونه به زندگی ادامه دادن در کجا؟ در بیابان. این بهترین گزینه‌ایه که میشه براش انتخاب کرد. میگه چجوری تو بیابون بتونن زندگی کنن گیاهان و جانوران. سه میگه راز مقاومت شترها بدون آب. اینم که فقط شترها رو شامل میشه، فقط جانوران، راجع به گیاهان صحبت نکرد. چهار میگه زندگی بدون آب. ما گفتیم کم آبی، نگفتیم بدون. اصلا بدون آب نمیشه زندگی کرد. همون یه ذره آب، هم کاکتوس که کم آب نیاز داره، اگه اصلا بهش آب ندی از بین میره. آب حالا میتونن با کم آبی سر کنن، اما کلا بدون آب نمیشه. پس چهارم خط میخوره. بهترین گزینه میشه روش‌های بقا در بیابان، درسته؟ بله. مرسی از حدیثه. خواهش میکنم. خب یه نکته دیگه رو میگم حالا از این عنوان متن، دیگه بریم سراغ یه نکته دیگه. قسمت بعدی، نکته بعدی، ارتباط مفهومیه که از توی کتاب هوش کامل در واقع این قسمت رو من برداشتم. ببینید بچه ها، اینجا میان یه دوتا واژه رو که با هم یه ارتباطی دارن. حالا مثلا این دوتا واژه، یکیش مثلا زیر مجموعه که اون یکیه، یا حالا ارتباطش رو باید با هم دیگه ببینیم چیه. این از اون ساخته میشه، ببینیم چی ارتباطش رو. تو مثال هم میبینیم شبیه به کدوم از 4 گزینه‌ایه که اونها هم دوتا واژه هستن که با هم در ارتباطن. شباهت بین اونها رو پیدا کنیم. مثل چی؟ مثل این سوال. میگه رابطه بین چوب و کاغذ، رابطه بین چوب و کاغذ مثل رابطه بین کدام از گزینه های زیر است؟ مداد و تراش، یا گندم و نان، یا پشم و پنبه، یا خاک و گیاه؟ اول باید ارتباط بین چوب و کاغذ رو پیدا کنید. ببینید چه ارتباطی با هم دارن. بر اساس اون از بین اینها انتخاب کنید شبیه ترین رو به اون. خب فکر میکنید کدوم درسته؟ آفرین، آفرین، باریکلا. خیلی ها درست زدن.
اتفاقا این ارتباط مفهومی خیلی سخت نیست. من گفتم یه خورده با سوالات راحت تر شروع کنم که حالا کم کم بریم به سمت سوالات سخت تر. مرسی عزیزم، مرسی که بچه ها بعضیتون خیلی لطف دارین اینجا به من، مرسی ازتون، ممنونم. حالا تا اومدم اسمش رو بخونم رفت. یه نفر رو بس میکنیم، آراد موسوی باریکلا. آرشین میگه من درخواست دادم، فکر کنم آرشین بود، میگه من رو بس کنیم. سلام عزیزم، خوبی؟ بله شما خوبی؟ مرسی. اسمت چیه؟ من یگانه فاقلی هستم. یگانه؟ خب یگانه جان کدوم گزینه؟ من گزینه دو رو انتخاب کردم. احسن به شما. چرا این انتخاب کردی؟ چون که خانم چوبا کاغذ هست، خانم کاغذم من یه جا خوندم که از چوب درست میشه. باری کلا آفرین. بعد خانم اومده بودم مداد و ترش، بهم ترش مقایسه کنی، خانم ترش بعضیشون با پلاستیک و آفرین. بعد خانم ترش با پنبه اصلا شبیه هم ترش باری کلا یه جوریه و پنبه نرم هستش. آها خاک و پیان هم که خانم خاک چیزی که آب میریزیم به گیاه میرسونه. آها گندم و نان، نان از گندم درست میشه. احسن به شما. بچه ها کاغذ از چوب ساخته میشه، نان هم از گندم ساخته میشه، اما تراش که از مداد ساخته نمیشه، پنبه که از پشم ساخته نمیشه، گیاه که از خاک ساخته نمیشه، درسته؟ بله. پس بهترین گزینه میشه گزینه دوم. احسن به شما، ممنون. نه. سوال بعدی میگه رابطه بین جوهر نمک و اسید مثل رابطه بین کدام یک از گزینه هاست؟ اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ جوهر نمک و اسید بر اساس اون شبیه چیه؟ عینک و چشم، قند و شکر، نعنا و سبزیجات، دستکش و دست. فکر میکنید کدوم درسته؟ باریکلا آفرین. اینایی که اینجا درست جواب میدن اونایی هن که حسابی علوم رو خوندن و قشنگ میدونن که رابطه جوهر نمک و اسید چیه. وقتی میگم این برگرفته از کتابه، یعنی این که وقتی شما کتاب علوم رو خوب یاد گرفته باشید میتونید به اینجور سوالا که ارتباط مفهومی دارن با هم پاسخ بدید. رادین آفرین. هوش کلامی نه طبیعی. آها نه نه اینا واسه یه هوش طبیعی هن بچه ها. ارتباط مفهومی واسه یه قسمت، حالا شاید هم تو هوش کلامی هم داشته باشه، من نمیدونم اونجا رو نگاه نکردم، ولی توی قسمتی از هوش طبیعی، توی هوش کامل، اون قسمتی که مربوط به هوش طبیعیه، یه قسمتی داره به نام ارتباط مفهومی. یه نفر بس میکنی بارسا. آراد موسوی، حسنا صادقی، ارغوان، اینا درست زدن. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی استاد. اسمت چیه گلم؟ محبود اسعدی هستم. چی اسعدی؟ محبود اسعدی. محبود، محبود جان کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه 3. آفرین به شما. چرا این انتخاب کردی؟ استاد جوهر نمک نوعی اسیده، میان گزینه ها. عینک نوعی چشم نیست. باریکلا. دستکش نوعی دست نیست، نه نه نوعی سبزیجات. احسن به شما، چقدر لحجه قشنگی داری، از کجا تماس میگیری؟ تبریز. تبریز، خیلی لحجه شیرینه. مرسی محبود جان. آفرین. همونطور که محبود گفت جوهر نمک یک نوع اسیده، خب عینک یه نوع چشم نیست، پس این خط میخوره. قند و شکر هم همینطور، این ارتباط رو با هم ندارن. دستکش و دست هم همینطور. ولی نعنا نوعی از سبزیجاته، مثل جوهر نمک که یکی از اسیدهاست، نعنا هم یکی از سبزیجاته. رابطه بین پوکه معدنی و مواد مذاب آتشفشانی شبیه کدوم از این گزینه هاست بچه ها؟ اینم باز اگر کتاب علوم خوب خونده باشید، اون قسمت آتشفشان ها رو خوب خونده باشید میتونید جواب بدید. پوکه معدنی با مواد مذاب چه ارتباطی داره؟ آتش و زغال، مسواک و دندان،
بستنی و شیر یا مداد و پاک کن؟ کدومشه؟ احسن باری کلا. بعضی تو اینجا جواب درست رو میزنید بالاش که شماره تلفن من اسمتون نمیدونم که بخونم. ماهور احمدی، سحر ساعد، مهیار قاسمی، باری کلا همه درست زدیم. یه نفر وصف میکنیم. مهیار قفاری، مریم سپهوند، آفرین. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. اسمت چیه پسر گلم؟ روزبه مسلمی هستم. روزبه، روزبه جان، کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه سه. آفرین به شما. چه انتخاب کردی؟ گفته که پوکی معدنی مواد مذاب آتش فشانی از مواد مذاب آتش فشانی پوکی معدنی به وجود میاد. باریکلا. ولی از زغال آتش به وجود نمیاد، از دندان مسواک به وجود نمیاد و از پاکن مذاب به وجود نمیاد، ولی از سیر بستنی به وجود میاد. احسن به شما، باریکلا. مرسی ازت. خیلی عالی جواب دادی. بعدی میگه که رابطه بین زمین، اینو قطع میکنی بارس، و بارش باران. زمین و بارش باران مثل کدام از رابطه های زیره؟ مثل دوچرخه و ترمز، اسکی و برف، آهن ربا و گوی آهنی، یا آب و یخ؟ شبیه کدومشونه بچه ها؟ دقت کنید. پوکی معدنی یکی از مواد مذاب آتش فشانی که وقتی که سنگ می شدن، سفت می شدن، تبدیل به سنگ می شدن، بعدشون تبدیل به پوکه معدنی می شدن. یه نوع سنگ آتش فشانیه، سنگیه که در اطراف آتش فشان ها وجود داره. هانیه حسنی میگه منو وصل کن. آره فکر می کنم رد شد از جلچشان، فکر می کنم حسنی بود. فاطمه قنبریانم میگه من درخواست دادم. بسله. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام استاد. سلام، خوبی عزیزم؟ خیلی ممنون، شما خوبی؟ مرسی، ممنونم. اسم شما چیه؟ دوباره فاطمه مشتاقی فر. باریکلا، آفرین به این دختر مشتاقمون. باریکلا، کدوم گزینه عزیزم؟ من گزینه دو رو زدم. دو رو زدی؟ بگو اول زمین و بارش باران. باران با زمین، وقتی که داره بارون میباره روی زمین، ببین اینا چه ارتباطیه که شبیه اسکی و برف شما دیدی اینو؟ ما میگیم بارون چیزیه که میاد روی زمین، میاد روی زمین میباره. خب رابطهش تقریبا روی مثل رابطه اسکی و برف، مثلا یه آدم میره اسکی بکنه روی برف ها اسکی میکنه. ببین بارش بارون، زمین بر اثر چی بارون رو میکشونه سمت خودش؟ قطره های بارون بر اثر جاذبه. زمین یه جاذبه ای داره که قطرات آب بارون رو میکشونه به سمت خودش. خب پس شبیه آهنربا با گوی آهنی میشه. اصلا شبیه ترینش میشه گزینه سوم. شما اول باید به این دقت کنید که چرا اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ اصلا چرا بارون میباره روی زمین؟ چون زمین جاذبه داره. آهن ربا هم چون جاذبه داره، گوی آهنی رو به خودش جذب میکنه. درسته؟ مرسی فاطمه. بله. مرسی از اینکه فعالی. بله. دخترم. خیلی ممنون. خدافظ. خب ببینید بچه‌ها، قسمت بعدی نتیجه منطقی. یعنی یه متنی رو به شما میده. از این متن، یه متن کوتاه، خب دیگه اینجا متن بلند نیست، یه متن کوتاه، مثلا یه جمله، میگه از این جمله شما چه نتیجه ای میگیرید؟ چهار تا گزینه به شما میده که این چهار گزینه یکیش منطقی ترین و درست ترین نتیجه ایه که میشه از اون جمله گرفت. مثل چی؟ میگه اگه شب بشه هوا سرد میشه. یعنی چی؟ ما میخوایم از این یه نتیجه بگیریم. یعنی یک، شب شده. دو، هوا سرد شد پس شب شده. سه،
شبه پس هوا سرده. چهار هوا سرد شده. کدوم گزینه از فکر میکنید؟ آفرین آفرین به فرزاد خاکپور، مبینا، محمد حسین مرجانی. یه نفر بس بشه لطفا. رادین، نیکا فلاحی، آیدین جهانی، محمد انصاری. سلام آسو. سلام عزیزم، خوبی؟ بله خوبم. اسم قشنگت چیه؟ امیرعباس مسعودی. نفهمیدم چی؟ امیرعباس مسعودی. امیرعباس. امیرعباس کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه سه. آفرین به شما. چرا؟ نگاه کن وقتی که شب شده اصلا معلوم نیست چی. مثلا میگه من الان شده، نمیدونم برای چی الان شده. خب مثلا من هوا سرد شده، ممکن اصلا شکر نشده باشه، زمستون باشه. یکی مشخصه که اصلا غلطه. هوا سرد شده، شب شده، اصلا ربطی به این نداره. یعنی نمیتونه این نتیجه گیری باشه. دو سه. چرا مثلا دو رو انتخاب نکردی؟ اینجا میگه اگه شب شود هوا سرد میشه، اینجا میگه هوا سرد شد پس شب شده است. نمیتونی نتیجه رو بگیری؟ نه نمیشه. آخه نگاه کن الان زمستونه، مثلا زمستونه هوا تو صبح هم سرده. آها، یعنی روزم سرده، درسته؟ بله. آها، پس این میگه هوا سرد شد پس شب شده. ممکنه روزم هوا سرد شده باشه، ممکنه روز باشه و هوا سرد باشه. پس دلیلش نمیشه که اگه هوا سرد شد پس حتما شب شده. اما چون اینجا میگه اگر شب شود هوا سرد میشود، میگه شب است پس هوا سرد است. این میتونه درست باشه. مرسی، خیلی قشنگ جواب داد. شما از کجا تماس میگیری؟ تهران. از تهران؟ مرسی عزیز. بله خدا. میگه به عمل استخراج دوباره مواد قابل مصرف از مواد استفاده شده بازیافت میگه. بازیافت هم خوندی توی درس هاتون. نتیجه منطقی کدام گزینه است؟ یک، جدا کردن زباله های خشک و تر از مبدأ و گذاشتن در کیسه های جداگانه. ببینید کدوم از اینها نتیجه منطقی، یعنی منطقی ترین نتیجه‌ای که میشه از این گرفت. اینجا گفته چی داره راجع به بازیافت توضیح میده. کدومشون، یعنی کدوم از اینها به بهترین شکل داره استفاده از بازیافت رو نشون میده؟ یک، جدا کردن زباله های خشک و تر از مبدأ و گذاشتن در کیسه های جداگانه. دو، استفاده از قوطی خالی برای کاشت گیاه به جای گلدان پلاستیکی. سه، استفاده از پاکت مقوایی به جای کیسه نایلونی. چهار، فریز کردن نان تازه در فریزر به جای گذاشتن آن در سفره. خب فکر میکنید کدوم از اینها داره در واقع این جمله رو واسه ما معنی میکنه؟ نتیجه یه که میشه از این جمله گرفت. منطقی ترین و بهترین جواب کدومه؟ آفرین به بچه. دقت کنید، دقت کنید. فرهاد صیاد، محیا محمودی، امیر رحمتی، حامد بیرامیزاده، هستی باسان. کسی بس نشد؟ آره بس کن. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ بله مرسی. اسم کلت چیه؟ فرهاد صیاد هستم. بابا فرهاد جان کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه دو. آفرین به شما. چرا دو رو انتخاب کردی؟ گزینه سه که نمیشه، چون ما میتونیم یه پاکت مقوای تازه و نو رو به جای کیسه نایلونی استفاده کنیم. ولی اصلا ربطی به بازیافت نداره؟ نداره. بله. خب؟ فریز کردن نان تازه در فریزر به جای گذاشتن آن در سفره ربطی نداره. آه، کار درستیه، اما ربطی به بازیافت نداره. آره. خب؟ جدا کردن زباله های خشک و تر از مبدأ و گذاشتن در کیسه های جداگانه، این کار بازیافت راحت کرده بگنم؟
بازیافتی انجام نداده. آفرین آفرین، بهترین گزینه رو انتخاب کردی. احسن به شما، مرسی که اینقدر فعالی پسرم، مرسی. اینجا میبینم اسم تو که تو همش داری فعالیت میکنی. اسیدها و بازها، بچه اینجایی که دادم از کتاب گاج، حالا از اون قسمت مثلا قسمت هوش طبیعی نیستش، ولی مثلا توی اون قسمت هایی که توی آزمون ها در واقع مربوط به همون کتاب هوش کامله. خب اگر این کتاب رو دارید میتونید واسه این قسمت ها هم سوالات این قسمت ها هم ازش استفاده کنید. اینایی که نوشتم گاج مربوط به همون کتابه، چون از قسمت هوش طبیعیش نیست، مثلا من از با این اسم مشخص کردم. میگه که اسیدها نقطه مقابل بازها یا قلیه ها هستن. راجع به اسید و باز توی درس سوم علوم خوندید. برای تعیین میزان قدرت اسیدی بودن یا بازی بودن یه ماده، اونا رو میایم توی این بازه عددی تقسیم میکنیم. میایم بچه‌ها ببینید، ما از 0 تا 14 انتخاب میکنیم. همه دقت کنن اینجا رو. از 0 تا 14 رو انتخاب میکنیم. اونهایی که بینه، ببینید 7 یعنی وسطیه عدد خنثاست. مثل آب، آب یک ماده خنثاست، نه اسیدیه نه بازیه. اونایی که قبل از 7ن اسیدین، اونایی که بعد از 7ن بازی هستن. چی به 7 نزدیکتر باشن به خنسا بودن نزدیکترن. یعنی اگه اسید باشه به 7 نزدیک باشه، در واقع یه اسید ضعیفه. اگه باز باشه و به 7 نزدیک باشه، بازم یه باز ضعیفه. هرچی این میره به سمت عدد 0 اسیدش قوی تر میشه، اینم هرچی میره به سمت عدد 14 بازش قوی تر میشه. متوجه شدید؟ به این میگن pH. pH یک ماده مثلا میگن که به عنوان مثال 9. وقتی 9 میدونیم بعد از 7ه، پس چیه؟ بازه. بازم نزدیک به 7ه میشه یه باز ضعیف. ولی مثلا 2 pHش 2ه، اگه pH یه ماده 2 باشه قبل از 7ه پس اسیدیه، نزدیک به 0 از 7 دوره، پس میشه یک اسید قوی. درسته؟ با توجه به این سوال رو میخوام جواب بدید. این سوالیه که ببینید مال تیزهوشان بوده، یک سال توی سوالات تیزهوشان اومده. دانش آموزی مقدار پی اچ یک نمونه آب لیمو و شربت معده رو به ترتیب برابر با 2 و 9 به دست آورد. آب لیمو پی اچش چنده؟ 2. یکی چی بود؟ شربت معده 9. پی اچ آب لیمو 2ه، یعنی چیه؟ یعنی اسیدیه، یه اسید قوی هم هستش. 2. شربت معده 9ه، یعنی بازیه. میاد چیکار بکنه؟ 10 میلی لیتر از هر ماده رو در ظرفی جداگانه میریزه، به هر کدوم از اینا 90 میلی لیتر آب مقطر خالص اضافه میکنه. میاد آب رو به این دوتا اضافه میکنه، یه مقدارش رو میریزه روی این آب لیموه، یه مقدارش هم میریزه روی این شربت معده. در این شرایط پی اچ محلول های جدید آب لیمو و شربت معده چقدر خواهد بود؟ بچه ها، آب لیمو رو اگر آب بریزی رو، چون آب یه ماده خنثاه، هی این اسیدش رو رقیق تر میکنه و به حالت خنسا نزدیک ترش میکنه. یعنی عددش باید بشه چی؟ باید بشه بیشتر از 2. شربت معده هم وقتی آب میریزی روش، باز آب رو هر ماده‌ای بریزی رقیقش میکنه، یعنی رقیق ترش میکنه، یعنی باز هم میاره به عدد 7 نزدیک ترش میکنه. یعنی باید 9 وقتی میخواد به 7 نزدیک بشه چی میشه؟ کمتر میشه عددش، یعنی باید این بشه کمتر از 9. حالا با توجه به این داده هایی که دارید، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ آفرین آفرین، دیگه من تقریبا اینو که گفتم همه متوجه شدن. شاید باید میذاشتم خودتون بگید، اشکال نداره، یه دونه رو خودم جواب میدم. ببینید بچه ها، وقتی روی آب لیمو آب میریزیم رقیق میشه و پی اچش چی میشه؟ گفتیم وقتی رقیق بشه به 7 نزدیک میشه، یعنی از 2 بیشتر میشه. اما وقتی رو شربت معده آب میریزیم، اونم باز رقیق تر میشه دیگه، میخواد به 7 نزدیک تر بشه، یعنی کمتر از 9 میشه، از 9 میاد به 7 نزدیک میشه. خب حالا ببینیم
کدوم از اینها اینو رعایت کردن؟ یعنی کدوم از گزینه ها اینو رعایت کردن؟ یک، محلول آب لیمو 3 بیشتر از 2. خب تا اینجا درسته. شربت معده 10، ما گفتیم باید کمتر از 9 بشه، پس 1 خط میخوره. 2، محلول آب لیمو 1، این که کاملا غلط از همون اول. 3، محلول آب لیمو 3 یعنی بیشتر از 2. شربت معده 8 یعنی کمتر از 9. 3 میتونه درست باشه، نگهش میداریم. 4، محلول آب لیمو 1 که میبینیم کمتر از 2، پس اینم خط میخوره. پس گزینه درست همونیه که تقریبا همتون درست زدین. باریکالله به شما. مبحث بعدی بچه ها تعادله. ساعت چنده پارسا؟ تعادل موقعی که بچه ها اگر یادتون باشه درس نیروها رو بهتون دادم، وقتی که از اطراف نیروهایی که به یک جسم وارد می شدن به اندازه‌ای بودن که میتونستن همدیگر رو خونسا کنن که این جسم ساکن بمونه، اصلا حرکت نکنه، خب این جسم در حال تعادله، یعنی از اطرافش داره نیروهایی بهش وارد میشه که باعث شده این همینجوری ثابت بمونه و حرکت نکنه. یا اینکه مثلا یه جسمی در حال حرکته، بهش هیچ نیرویی وقتی وارد نشه همینجور به حرکت خودش ادامه میده. مثلا یه ماشین در حال حرکته، تا نیرو بهش وارد نکنی، ترمز نگیری، نمیسته. تا پاتو رو گاز نذاری، نیرو بهش وارد کنی، نیروشو زیاد کنی، سرعتش بیشتر نمیشه، با هم سرعت ثابت حرکت میکنه، یعنی در حال تعادل. با توجه به این میگه در این شکل چهارچرخه‌ای با سرعت ثابت در حال حرکته، رو به راست. ببینید یه چهارچرخه رو اینجا ببینید، رو به راست داره حرکت میکنه. در کدام حالت سرعت حرکت چهارچرخه رو به راست کاهش پیدا نمیکنه؟ وقتی میگه کاهش پیدا نمیکنه یعنی یا سرعت ثابت میمونه یا سرعتش بیشتر میشه. یا سرعتش ثابت میمونه یا سرعتش. بچه همیشه واسه خودتون معنی کنید سوال رو. یک، وزنه هایی هم اندازه درون کفه ها بندازیم. وزنه کفه 2 رو برداریم، کفه 2 اینجاست، وزنه سبک در کفه 1 و وزنه سنگین در کفه 2 بذاریم. گزینه های 1 و 2 درستن. فکر میکنید کدومه؟ آفرین به النا. یه نفر رو بس کن. پرهام، پارسا مولایی، حسنا صادقی، ارغوان امیری، سنا عسکری، اینا همه درست دادن، آفرین. مهسا، ابوالفضل نخعی، ستایش نجفی، سلام عزیزم. بله، اسمت چیه؟ النا. النا جان کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ من گزینه 4 انتخاب کردم، برای اینکه خب گزینه 1 و 2 درست هستن. گزینه 1 رو به وزنه های هم‌اندازی در کفه ها بیاندازیم، اگر که کفه یکتون در حال حرکت به سمت راست بود کفه یک یه وزنه بندازی بیشتر میشه، ولی اگر مساوی بشه باز با هم مساوات قبلی در حال حرکت به سمت راست. دو تا نیروی هم اندازه از اطرافش وارد بشن، این با هم سرعت ادامه پیدا میکنه، یعنی این میتونه باشه، سرعت ثابت میمونه. خب دو چی؟ بله، دو هم اینجا به ما میگه که وزنه کفه 2 رو برداریم. خب اگر هم که وزنه کفه 2 رو برداریم خب سرعت خیلی بیشتر به سمت کفه 1. وقتی کفه 2 رو برداری، از وزنه رو از توی کفه 2 برداریم، این با سرعت، یعنی نیروی اینجا کم میشه، با سرعت بیشتری به سمت راست حرکت میکنه، یعنی این میشه، سرعت بیشتر میشه. پس 2 هم میتونه درست باشه. 3 چی شد؟ قد شد؟ 3 میگه وزنه سبک در کفه 1، وزنه سنگین در کفه 2 بذاریم. وقتی 2 رو سنگین تر کنیم میاد به سمت چپ دیگه، پس 3 نمیتونه درست باشه، 3 غلطه. 4 1 و 2 گفته درستن، پس میشه جواب 4. مرسی ازت النا. قطع شدی وسطش. جسمی رو که اون رو بالای سرمون نگه داشته بودیم آروم آروم پایین میاریم، یه جسمی سنگین رو بالای سرمون نگه داشتیم آروم آروم داریم میاریمش پایین، خوب دقت کنید، و روی زمین میگذاریم. مثلا فرض کنید یه وزنه سنگینه،
اگر هنگامی که جسم بالای سرمان بود نیروی دست خودمان را یک، به این وقتی بالا سرمونه ما نیروی دستمون رو شماره یک در نظر بگیریم، و هنگام پایین آوردن جسم نیروی دست خود را دو بنامیم، جهت نیروهای وارد از سوی دست ما به جسم در کدام گزینه درسته؟ بچه ها ببینید، وقتی که من دارم اینو بالا نگه میدارم در حالت یک که این بالا دست من داره نیروی رو به بالا وارد میکنه که این جسم بالا نگه داره، وقتی که دارم میارمش پایین جاذبه زمین اونو میخواد بکشه به سمت خودش، یعنی میخواد اینو من رها کنم اون ول بشه، اما دست من داره اینو نیروی وارد میکنه که نذاره این با سرعت خیلی زیادی بیاد پایین، آروم آروم میاریم میذاریمش پایین، یعنی همچنان دست من داره یه نیروی رو به بالا وارد میکنه، اون چیزی که این جسم رو داره میکشونه به سمت پایین جاذبه زمینه، درسته؟ بهتر بود اینجا بچه یه جسم سنگین اضافه کنم، این سوال رو بهتر میکنم. خب پس ادمینمون نیستش که بگم وصلتون کنه، اینو خودم جواب میدم. پس هم زمانی که اینو بالا نگه داشتم داره نیرو رو به بالا ایجاد میکنه و هم زمانی که دارم میارمش پایین، پس میشه کدوم گزینه بچه ها؟ آفرین آفرین، میشه گزینه 4، نیروی 1 به سمت بالا، نیروی 2 هم به سمت، در هر دو حالت داره یه نیرو به سمت بالا ایجاد میکنه. خب این شکل رو ببینید، میگه در ظرف زیر یه مایه داریم که جسم های 1 و 2 و 3 درون این مایه کاملا ساکنن، اینا همینجوری ساکن ثابت مونده، کدوم از این گزینه ها درباره این جسم ها درسته؟ سنگینی هر سه جسم یکسانه؟ 2، حتما جسم 3 سنگین تر از این یکی هاست؟ 3، حتما جنس جسم های 2 و 3 با هم یکسانه؟ 4، حتما نیروی خالص وارد بر هر کدوم از این جسم ها صفره؟ فکر میکنید کدوم گزینه درسته؟ آفرین آفرین به عبدالله زارعی شهرزاد ترحم، یه نفر رو بس کن. الان توضیحش رو اینجا دوباره میدم، باش الان توضیح میدم. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. اسمت چیه؟ علی خوزویی. آها علی جان، کدوم گزینه؟ خانم به نظر من گزینه 2. خب میگه که حتما جسم 3 سنگین تر از جسم های دیگه است. حالا فرض کن علی این جسم 3 یه دونه میخ آهنیه، این جسم 1 یه قایقه که روی آب وایساده، آیا این میخه از این قایقه سنگین تره؟ اینجا گفته حتما جسم 3 سنگین تر، پس 2 نمیتونه درست باشه، درسته؟ خانم میشه فکر میشه 4. آفرین 4 میشه. ما گفتیم که وقتی یه جسم ساکنه یعنی در حال تعادله، یعنی از اطراف نیروهایی که دارن بهش وارد میشن خونسا هستن، درسته؟ بله. نیروهای وارد بر اون صفر در واقع، که تونسته اینا گفته چی؟ گفته کاملا ساکنن، در حال تعادلن، پس میشه حتما نیروی خالص وارد بر هر کدومشون صفره. یک که میگه سنگینی هر سه جسم یکسانه، این که کاملا غلطه. 3 میگه حتما جنس جسم های 2 و 3 با هم یکسانه، ما از کجا بدونیم که اینطوره؟ اینم غلطه، پس میشه گزینه 4. مرسی عزیزم. خانم منو خیلی خوب توضیح میدید، خواهش میکنم، مرسی از شما. ببینید بچه ها، میگه از بالای ابرها به پایین نگاه میکنیم، هواپیمایی رو میبینیم که 2 تا موتور به بالهاش متصله که در حال پرواز و حرکت رو به جلوه، با کدام روش زیر نمیتوان کاری کرد که هواپیما به راست بپیچد؟ ببینید بچه ها، برای اینکه هواپیما به سمت راست یعنی اینوری بپیچه، 1، قدرت موتور سمت راست بیشتر بشه، یعنی موتور سمت راست با نیروی بیشتری هوا رو از خودش خارج کنه. 2، قدرت موتور سمت چپ افزایش پیدا کنه، سمت چپ هوا رو با نیروی بیشتری خارج کنه. 3، موتور سمت راست برعکس کار کنه. 4، موتور سمت راست برای چند لحظه خاموش بشه. خب فکر میکنید کدوم گزینه درسته بچه ها؟
اسم منو نمیبین. امیر عباس، چرا اسمتو خوندم یه بار؟ ببخشید اگه نخوندم. حالا بچه من اینجا همه ای اسمایی که درست میزنن نمیتونم بخونم، خیلی اسمه. همینجوری رندومی گاهی چشم میخوره، میگم ایشالا که جزوشون باشید. یه نفر رو بس کن پارسا. دقت کنید بچه ها. آراد موسوی آفرین، هستی باستانی، هستی باستانی آفرین، همیشه درست میزنه. باریکلا. سلام استاد. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. اسم قشنگت چیه؟ ملینا خانی. باریکلا ملینا، دوباره بس شدی. خب ملینا، فکر میکنی کدوم گزینه؟ استاد گزینه یک. ببین اگر این با نیروی بیشتری هوا خارج کنه، این بله. مثلا با نیروی کمتری فکرش میکنی وقتی این نیرو بیشتر وارد بشه به کدوم سمت هواپیما میپیچه؟ آه ببخشید، پس میشه گزینه دو. گزینه دو میشه. تمام یک و سه و چهار دارن این حالت رو میگن. وقتی بله. که این بر با نیروی بیشتری کار کنه، خب میکشونه هواپیما رو به این سمت دیگه، درسته؟ بله. اما وقتی این وقتی این حالت برعکس بشه به سمت، یعنی قدرت موتور سمت چپ وقتی افزایش پیدا کنه میپیچه به سمت راست. بله. بله مرسی از شما. سوال بعدی میگه شکل ب این شکل جسمی رو نشون میده که به نخ بستیم اونو در مسیر. بچه ها این سوال ما از تیمزه. تیمز هم خیلی سوالاتش توی تیزهوشان میاد، یعنی خیلی مهمه سوالاتش. خب شاید ببینید احساس کنید خیلی سوال ساده ایه، اما خب در واقع با در عین اینکه ساده است سوال مهمیه. دیگه ببینید بچه‌ها، یه جسمی رو به یه نخ بستیم، داریم توی یه مسیر دایره‌ای شکل میچرخونیم به این سمت. فلش رو ببینید، شکل الف همون جسم از بالا داره اون رو نشون میده. اگر هنگام چرخش نخ در جایی که جسم به این نقطه، یعنی به این قسمت رسیده، پاره بشه، جسم به کدوم سو پرتاب میشه؟ ببینید بچه ها، یه نخ، یه گویی رو به یه نخ بستیم داریم میچرخونیم. اگه یه دفعه نخ پاره بشه این گویی به کدوم سمت میره؟ به این سمت میره؟ به این سمت؟ یا به این سمت؟ یا به این سمت؟ یعنی این رو همون مسیر چرخشش داره میچرخه یا به این سمت رها میشه؟ فکر میکنید کدوم از این گزینه هاست؟ دقت کنید بچه ها. سوال ساده یه توی جامعه هم من از این نمونه حل کردم واسه تون. هانیه حسنی، فصل کنی یه نفر رو پارسا. مریم سپهوند، یه نفر میگه خانم تو پاسخنامهش هست. بچه از تو پاسخنامه نگاه نکنید دیگه، من دوست دارم که شما خودتون در واقع فکر کنید. وقتی برید پاسخنامه رو نگاه کنید دیگه فکرتون، قدرت تفکرتون دیگه خوب کار نمیکنه. ولی وقتی خوب فکر کنید خودتون به جواب برسید خیلی لذتش بیشتره. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. اسم چیه دخترم؟ جان؟ ماهو رحمتی هستم. ماهو جان کدوم گزینه؟ من فکر کنم گزینه سه درسته. خب ببین سی داره میگه به همون مسیرش ادامه میده، اما اینو دقت کن ماهو. ببین یک که میگه به این سمت میره کاملا غلطه، دو میگه میره به سمت جلو اصلا ربطی نداره، اینم کاملا غلطه. ببین سی و چهار خوب دقت کن، ماهو سی رو انتخاب کرده، یعنی میگه تو همون مسیر به چرخشش ادامه میده. بچه ها چیزی که باعث میشد این گویه روی این دایره به چرخه اون نخه بود. نخه نمیذاشت این گویه رها بشه. وقتی ما با نخ داریم اینو میچرخونیم یه نیروی داره نخ بهش وارد میکنه که این رو مسیر دایره بچرخه رها نشه. اما وقتی نخ پاره بشه دیگه اون نیرویی که اینو روی مسیر دایره میچرخون وجود نداره. به همون مسیری که داشت میچرخید به همون جهت حرکت میکنه، میشه این. درسته ماهو؟ متوجه شدی؟ چقدرم صدات آرومه ماهور، متوجه شدی؟ بله. مرسی دخترم از مشارکتت. سوال بعدی میگه بهزاد یه بار با خواهر شهرزاد و یه بار با دوستش امین سوار الاکلنگ میشن. وزن بهزاد و شهرزاد مساویه، اما وزن امین دو برابر بهزاده، در کدام شکل تعادل برقراره؟ اینم بچه ها ببینید سوال تیمزه، دقت کنید.
تو کدوم از اینها تعادل برقرار شده؟ این الان بهزاد و شهرزاد هستن. این بهزاد با دوستش امینی بزرگتره که جستش بزرگتره، امینه بچه ها. فکر میکنید کدوم گزینه بچه ها درسته؟ وقت؟ یه دونه سوالم مونده. حالا اگه نرسیدیم که هیچ. ارغوان آفرین، بله اکثرا درست میزنی، راضیم. بله یه نفر وصل بشه این سوال جواب بده. دوباره سلام. سلام عزیزم، اسم چیه؟ خانم خودتون دیگه میدونین دیگه، دوباره تالا وصل شده. علی خضویی؟ بله. خانم خیلی سوالاتتون راحته. چی؟ خیلی سوالاتتون راحته. سوالا راحته؟ خب میبینم جواب میدین. خب حالا هی سخت‌ترم میشه دیگه، یعنی تو جلسات بعدی من گفتم از راحت شروع کردم که به سمت سخت پیش بریم، تو جلسات بعدی سوالای سخت‌ترم میشه. بعد به نظر شما راحت میاد چون پسر باهوش و زرنگی هستی؟ به نظر من گزینه سه، به دلیل اینکه تو گزینه دیگه کسی که وزنش بیشتر بوده ارزشش رو تغییر داده، اما اون که کوچیک‌تر بوده باید میرفته بالاتر. بهتر بوده اون که کوچیک‌تر بوده بیا وسط توی پسرا تو تعادل برقرار شه. اینجا بعدش شهرزاد اون یکیه، پس میشه گزینه سه. نه علی جان، حالا یا اشتباه دیدی در واقع بزرگ و کوچیک رو، این بزرگه است این کوچیکه. کوچیکه وقتی جلو بشه، ببین شما مثلا فرض کن با پدرت میری الا کلنگ بازی کنی، خب دوتایی که نمیتونید با هم دیگه، یعنی تعادل نداره الا کلنگ، یکیتون باید بیاد جلو. تو میری جلو یا پدرت؟ من اه. یه نه پدرم. آهان، اونی که سنگین تره باید بیا جلو. تر همیشه گزینه دو خانم. گزینه دو درسته. بله ببین، با اینکه بعضی سوالات راحته اما با بیدقتی ممکن آدم اشتباه جواب بده. بچه ها فرد سنگین تر باید بیاد جلوتر تا تعادل برقرار بشه. اینجا که این دوتا که هم وزنن که تعادل برقراره، اینجا ببینید فرد سنگین تر اومده جلوتر نشسته، اما اینجا برعکس فرد کوچیکتر جسته کوچیکتر اومده جلوتر نشسته. اینجا هم که تو دو طرف وقتی دوتا وزن که هماهنگ نیستن، هم اندازه نیستن، تو دو طرف قرار بگیرن، در واقع این تعادل نداره دیگه، اون که سنگین تره میره پایین. پس گزینه درست میشه گزینه دوم. بچه یه سوال دیگه هم داشتم از درک مطلب ها. فارسا وقت نمیشه من اونو حلش کنم یا وقت میدی؟ حالا اونو میشه بعدا هم حل کنی، بذار من این سوال رو هم حل کنم. الان ساعت چند دقیق؟ بچه ها دوست دارید یه دونه سوال درک مطلب، اینا سوالاش تموم شد، یه دونه درک مطلب مونده، دوست دارید اینجا بمونید حل کنیم یا خسته شدی؟ همه نوشتم بله، هیچ که خسته نشده. خب من هم خسته نشدم. اجازه میدین خانم من یه 10 دقیقه دیگه بمونم تو کلاس یا نه؟ تو 5 دقیقه نمیشه درک مطلبه. خب چیکار کنم؟ میخواید که دیگه تمومش کنم کلاس؟ ولی دلم نمیاد، این سوالو خیلی دوست داشتم که حل کنم. حل کنم؟ مرسی. خب ببینید بچه ها یه سوال دیگه، یه درک مطلبه، اینم از دست سوالاتیه که توی تیز هوشان سالهای همین اخیر اومده. خوب دقت کنید متن رو، خوب دقت کنید که به سوالات مربوط به این متن پاسخ بدید. ببین بچه ها، میگه که دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه شور جهانه. آب دریاچه ارومیه دارای نمک‌های گوناگونیه که به طور عمده شامل سدیم، منیزیم، پتاسیم، کلر، سولفات و کربنات. وجود این نمک‌ها باعث شده که این دریاچه به لحاظ نوع موجودات زنده آن با خیلی از دریاچه‌ها متفاوت باشه. به همین دلیل غلظت بالای نمک‌ها در دریاچه ارومیه، آب این دریاچه هرگز یخ نمیزنه. خوب دقت کنید، به خاطر اینکه نمک‌های زیادی داره میگه یخ نمیزنه و یک انسان معمولی در اون غرق نمیشه. به اینم توجه کنید. در فصل‌های گرم سال به دلیل تبخیر مقدار زیادی از آب، غلظت نمک‌ها چی میشه؟ بیشتر میشه. حتی گاهی قدرت اسیدیش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی چی داره میگه؟ میگه هر چی نمکش بیشتر باشه این اسیدی‌تر میشه محیطش. منظور از غلظت مقدار نمک موجود در یک محلول آبه. تغییر مقدار شوری آب در فصل‌های مختلف سال باعث تغییر رنگ آب هم
میشه. به همه اینا دقت کنید بچه. این موضوع به خاطر موجودات ذره‌بینی موجود در آبه که شرایط زندگی متفاوتی دارن و وجود هر کدوم از اونها میتونه رنگ ویژه‌ای رو ایجاد کنه. به عنوان مثال آرکی‌ها یکی از موجوداتی هستن که در دمای بالا و غلظت زیاد نمک‌ها تکثیر پیدا میکنن و آب دریاچه رو به رنگ قرمز در میارن. بچه ها یه برداشت کلی که میشه از این نوشته ها کرد اینه که وقتی که آب دریاچه شور باشه، ببینید آب شور باعث میشه که محیط اون قسمت چی بشه؟ اسیدی تر بشه. وقتی اسیدی تر میشه گفتیم آرکی ها تو محیط اسیدی بهتر رشد میکنن، یعنی آرکی ها تولید مثلشون میره بالا. از طرفی تو فصل های گرم به خاطر اینکه آب دریاچه تبخیر میشه هی آب شورتر میشه. این برداشت کلی بود که ما از متنمون کردیم. حالا بریم سوالاش ببینیم چیه. بچه ها سوالاش رو حل کنید، انشاءالله تو جلسه بعدی که شرکت کردیم من سوالاش رو واسه تون حل میکنم. به امید اینکه تو جلسات بعدی هم حتما ببینمتون. گفتم که توی 6 جلسه است بچه ها، هر جلسه همین چهارشنبه ها ساعت 4 تا 5 و نیم. تو جلسه بعد انشاءالله که ببینم با جوابای درست، این توی پنل هستش، اینو حلش کنید و اونجا کامل جوابش رو میدیم. فعلا خدا نگهدارتون.